پیرامون گزارش محرمانه معاونت سیاسی سازمان صدا و سیما درباره آسیب شناسی عملکرد این سازمان و مسئله اعتماد مخاطبان در حوادث بعد از انتخابات به صدا و سیما گفتگویی داریم با امید معماریان، روزنامه‌نگار مقیم آمریکا. دعوت می‌کنم این گفتگو رو بشنوید. گزارش محرمانه‌ای که تهیه شده در معاونت سیاسی صدا و سیما در مورد رفتار این رسانه در زمان انتخابات دارای سرفصل‌های مختلفیه. آقای معماریان، مهمترین اطلاعاتی که در این گزارش ذکر شده چیا هستن؟ به نظر من تکون دهنده ترین موضوعی که در این گزارش مطرح شده این هستش که این رسانه ملی یکی از عواملی بوده که مردم تحریک شدن و به خیابان‌ها آمدن، نه خلاف روایت رسمی حکومت که سران به حال اصلاح طلب و کاندید ریاست جمهوری رو عامل این مسئله میدونه، هرچند به هر حال موضوعی که مردم رو خیابون کشون موضوع تقلب بود که در این گزارش بهش اشاره نشده. در گزارش تصریح شده که نحوه اعلام نتایج در صدا و سیما بی سابقه بوده و به طور مشخص گفته شده که نحوه اعلام نتایج باعث ایجاد تردید در مردم شده و اینو ازش نگذشت. به نظر من یکی از موضوعاتی که به صورت خیلی ظریف مطرح شده و از اون گذشته شده این هستش که اشاره میشه به این که نتایج انتخابات بسیار سریع اعلام شد و به نحوی اعلام شد که برای مردم تردید ایجاد کرد و توصیه شده در بخشی از این گزارش که باید مقامات صدا و سیما یک جوری مردم آماده میکردن، هرچند وارد جزئیات نمیشه که بعد چجوری آماده میکردن و چه دلیلی داشت که مردم آماده بشن. تصریح میشه که اون اتفاق که در 22 خرداد رخ داد اتفاق جدیدی بودش، برای همه جدید بود و اون خشم مردم خشم به هر حال طبیعی بودش. و در اون آخر گزارش یک اشاره خیلی تکون دهنده‌ای داره به این که اون چیزی که اتفاق افتاده در مردم یک خشم عمیقی ایجاد کرده که برای نظام مفید نخواهد بود. توجه بکنید که این گزارش 3 ماه بعد از انتخابات منتشر شده که به حال چون که گزارش توسط صدا و سیما منتشر شده این موضوع که تقلب بود یا نه مطرح نشده، ولی شکل ماجرا رو به حال روش صحبت کرده. مدیریت صدا و سیما در زمان انتخابات ریاست جمهوری خرداد 88 کاملا همسو با محمود احمدی نژاد بود. چرا باید در داخل صدا و سیما با این گرایش سیاسی مشخص چنین گزارش انتقادآمیز و افشاگرانه ای تهیه بشه؟ به هر حال توجه بکنید که صدا و سیما دستگاه عریض و طبیعی هست، یک بدنه کارشناسی داره و در این رسانه به هر حال ما دو تا مرحله رو می‌بینیم که قبل از انتخابات هستش که منازعه‌ها رو ما مشاهدش هستیم، ولی بعد از انتخابات به هر حال اینو نظرسنجی می‌کنن، می‌بینن که مردم به سمت رسانه خارجی گرایش خیلی شدید داشتن و اعتمادشون از روی رسانه ملی کاملا برداشته شد. بنابراین گزارش به طور عمده می‌پردازه به ضعف‌های رسانه‌ای بر رخ داده و بچه‌شون رو شد. ولی در این بین به موارد اشاره میکنه که به نظر من در خودش بسیار جالب هست و از جمله این که به هر حال هیچ اشاره‌ای به چیزی که بهش اختشاش کرده میگن نمی‌کنه و